معنای فهمیدن چیست؟ چه زمانی میتونیم بگیم که چیزی رو میفهمیم؟ اصلا فهمیدن به چه معناست؟ همیشه ما با درک کردن و فهمیدن احساس قدرت میکنیم. به نظرمون میاد که همین موضوع هستش که ما رو از بقیه موجودات روی کره زمین متمایز کرده. ولی آیا واقعا فهمیدن تعریفی داره که بشه با استناد به اون گفت که شخصی مطلبی رو فهمیده؟ آیا قابل اندازه گیری هستش؟ سلام، به کانال تکسون تیوی خوش اومدید. معنای فهمیدن چیه؟ با ما تا پایان ویدیو همراه باشین تا در این مورد صحبت کنیم. ولی قبل از شروع لطفاً برای حمایت بیشتر ما کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو روشن کنید. تصاویر ذهنی کلمات. بحث رو از فهمیدن یه جمله ساده و مستقل شروع کنیم. ما توی ذهنمون از هر واژه یه تصویری داریم. واژه درخت رو در نظر بگیرید. احتمالاً به محض خوندن این واژه یه تنه چوبی و چندین شاخه پوشیده از برگ‌های سبز در نظرتون مجسم شده. یا شاید هم یه جنگل رو تصور کنید. بعضی وقتا ممکنه بعضی واژه‌ها نه همزمان با یادگیری زبان، بلکه از طریق تجربه در ذهنتون تصویرسازی شده باشه. مثل کلمه موجودات فضایی که ابداً اونو هیچ جا ندیده باشی. تصویری که از این موجود در ذهنتونه اغلب یه موجودی سبز رنگ و احتمالاً با شاخکه و این احتمالاً از طریق فیلم، کتاب و مجلات علمی تخیلی به ذهنتون منتقل شده. به این ترتیب ذهن ما میتونه با تصویرسازی یه جمله معنای اونو هضم کنه و اونو بفهمه. دقت فراموش نشه. منظور ما از تصویر عام و کلی هستش. در همه جا ممکنه تفکر فقط به کمک تصاویر امکان پذیر نباشه. در بعضی شاخه های فلسفی باید در قالب کلمات تفکر کنیم. در بعضی شاخه های ریاضیات مثل نظریه اعداد فقط میتونیم در کالبد اعداد فکر کنیم. فهمیدن به کمک استعاره های ذهنی. ممکنه این جمله رو شنیده باشین که فلانی برای خودش قولی هستش. یقیناً منظور این جمله رو میفهمیم. میدونیم که اون آدم جسه عظیم و دستایی به بزرگی بیل نداشته. پاهای غیر عادی و بلند هم نداشته. پس چرا میگیم فلانی قولی بوده؟ بله، اینجاست که مفهوم استعاره وارد میشه. قول در اینجا نه به معنی لغویش، بلکه به معنای شخصیت بزرگ و تاثیرگذاری اون آدم در هر زمینه‌ای که مورد بحث هستش. مثلا اگه بگیم نیوتن قولی هستش، یعنی تاثیرگذاری زیادی در فیزیک داشته. قول اینجا استعاره از متفکر بزرگه. نکته جالب اینه که استعاره ها تنها به کلمات محدود نمیشن. ما حتی توی تصویرسازی های ذهنیمون هم به اونها احتیاج داریم. نظریه نسبیت عام اینشتین رو در نظر بگیرین. این نظریه میگه که نیروی گرانش رو خمیدگی که در فضا زمان ایجاد میشه باید در نظر گرفته شه. از همینجا متوجه میشیم که این نظریه بر اساس استعاره ای از دنیای طبیعی خودمون بنا شده. در این نظریه فضا زمان رو به صورت لاستیکی کیسان تصویر میکنیم. البته نباید یادمون بره که هدف ما از استعاره ها فهمیدن بهتر یه مطلب هستش. تا به حال پیگیر نظریه ریسمان ها بودین؟ احتمالاً از بحث جنجالی ابعاد بالاتر از 4 بود که شامل 3 بود فضایی و 1 بود زمانی هستش برای فضا زمان آشنایید. اینجاست که با استفاده از استعاره حتی میتونیم به ابعاد بالاتر هم بیاندیشیم. جالب اینجاست که هیچ کدوم از فیزیکدان ها نمیتونن حتی 4 بود فضایی رو درک کنن و تنها با زبان ریاضی میتونن با این ابعاد ارتباط ذهنی برقرار کنن. اما ما اگه بخوایم شناخت کلی از ویژگی های ابعاد بالاتر داشته باشیم میتونیم به زبان استعاره ها متوسل بشیم. اگه ما جهانی 2 بودی مثل صفحه کاغذ در ذهنمون بسازیم میتونیم ویژگی های این جهان 2 بودی و ارتباط اونو با جهان 3 بعدی خودمون کشف کنیم. بعدش میتونیم به این طریق ارتباط جهان 3 بعدی خودمون رو با بعد 4 بفهمیم. ما با استعاره از ابعاد قابل درک تونستیم ویژگی های ابعاد غیر قابل درک رو بفهمیم. فهمیدن به چه معناست؟
به نظر یونانیان باستان فهمیدن چیزی نیست جز تحویل کثرت‌ها به وحدت. یه ذره جمله‌اش سخت شد. ولی یعنی احساس شباهت بین داده‌های پیچیده زیاد و یه الگوی آشنا. مثلا نیوتن تمامی حرکت‌ها رو تنها با سه قانون خلاصه کرد. مکسول تمامی نظریه الکترومغناطیس رو بر پایه تعدادی مفاهیم و 4 فرمول که ارتباط بین این مفاهیم رو بیان میکنه استوار ساخت. و یا آلبرت اینشتین با ارائه یه فرمول منسجم معروف به معادله میدان گرانشی کل عالم رو توصیف کرد. از بیگ بنگ گرفته تا سیاه‌چاله ها. توی تمام این نظریه ها یه الگو داریم و کل مفاهیم رو حول همین الگو میگیریم. ذهن ما میتونه به پرواز در بیاد و موضوعی رو از زوایای گوناگون بررسی کنه. فهمیدن دقیقاً همینه، یعنی متحد شدن تمامی مفاهیم و معلومات در یک نقطه و تسلط ذهنی ما بر اون یه نقطه. حالا شما به ما بگین، به نظرتون ادراک همون فهم هستش؟ آیا عقل یعنی فهم؟ آیا ممکنه عقلی باشه که نفهمه؟ خوشحال میشیم شما هم نظراتتون رو راجع به فهم و فهمیدن به ما بگید. و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستانتون معرفی کنید. ممنون که با ما همراه بودین.